توران خانم غمهای بزرگش رو تبدیل به کارهای بزرگ می کرد. توران میرهادی زنی با عشق به همه کودکان ایران زمین. با توران خانم آشنا بشید. سلام، حسن سرچو هستم. خوش اومدید به سینمای کوچک آپارات. توران میرهادی یکی از خوشنام‌های تاریخ معاصر ایران و از پیشگامان تعلیم و تربیت به شمار میاد. او با انرژی مثبت و بیپایان تا آخرین روزهای عمر 89 سالش زندگیش را وقف کودکان و نوجوانان ایران زمین کرد. خانم میرهادی بنیانگذار مدرسه فرهاد، شورای کتاب کودک و فرهنگنامه کودکان و نوجوانان هست و در راه اندازی نزدیک به 20 نهاد مربوط به کودکان نقش مستقیم داشته. او در سالهای اخیر همه تمرکزش رو بر انتشار فرهنگنامه کودکان و نوجوانان گذاشته بود. این کتاب نخستین کتاب مرجع به زبان فارسی برای کودکان و نوجوانانه. رخشان بنی اعتماد و مجتبی میرطهماسب، فیلمسازان شناخته شده ایران، در فیلم توران خانم 4 سال پایانی زندگی و تلاش‌های توران میرهادی رو به تصویر کشیدن. خانم بنی اعتماد و مشابه میرطهماسب این فیلم رو در چارچوب مجموعه کارستان تولید کردن، مجموعه‌ای که با نگاهی مثبت به معرفی چهره‌های اثرگذار و کارآفرین در ایران پرداخته. کارستان روایت تلاش آدمایی که ریسک می‌کنن تا با خلق ایده‌ها و ارزش‌های نو دنیای خودشون و دیگران رو تغییر بدن. ایده و فکر این مجموعه هم کار مشترک هر دو بوده. خانم بنی اعتماد و آقای میرطهماسب هر دو به قدر کافی با آثارشون برای مخاطبان آشنا هستن و پیش از این هم فیلم‌های اونها رو در همین برنامه آپارات دیده بودیم. اما برای صحبت در مورد این فیلم از سه میهمان دعوت کردیم که همراه ما باشن. فرید اسماعیل پور، مستندساز و پژوهشگر سینما از پاریس، اعظم بهرامی، نویسنده و پژوهشگر مقیم ایتالیا، و روزبه کمالی از ویراستاران و نویسندگان پیشین فرهنگنامه کودکان و نوجوانان که مدتی هم با خانم میرهادی همکاری داشته و در این حال خودش نویسنده و منتقد سینمایی هم هست با ما هستن. خیلی خوش آمد میگم به هر سه شما. خب به اتفاق فیلم توران خانم رو ببینیم، بعد درباره ارزش‌های این فیلم و همطور اهمیت شخصیت خانم میرهادی صحبت میکنیم. فیلم رو ببینیم. هیئت داوران جایزه جهانی هانس کریستیان آندرسون امروز تشکیل جلسه دادن تا اسامی برندگان این جایزه جهانی رو برای سال 1978 اعلام بکنن و ما در این مورد گفتگویی داریم با خانم میرهادی، عضو هیئت داوران. خانم میرهادی، ممکن بفرمایید این جایزه جهانی به چه صورت هست و شما به چه صورت انتخاب میکنید برندگان رو؟ جایزه جهانی آندرسن به مجموعه کار یک نویسنده و یک مصور داده میشه، یعنی تمام کاری که در طول عمرش انجام داده، و این هیئت داوران رو شعبه های ملی از میان اشخاص متخصص، زباندان، ادبیات شناس، هنرشناس و کودک شناس انتخاب میکنن و هیئت اجرایی. مادر همیشه به ما میگفت که غم بزرگ رو تبدیل کنید به کار بزرگ. برادرم فرهاد رو میبینی که وقتی 17 سالش بود در یه تصادف اتومبیل از دست رفت و من دانشجو بودم، خارج از کشور بودم و فرهاد برای من شد در واقع خدایا، خداوندا، من چه جور میتونم فرهاد باشم؟ مدرسه فرهاد و پیدا کردن روش جدیدی که بتواند بچه ها رو از اسارت نجات بده در تمام این مدت، این فرهاده که پیش من هست، تو دلم هست، تو مغزم هست. فرهاد
فیلم ستایشی هست از کار کردن در شرایط دشوار با تمرکز بر معرفی بخشی از زندگی یک شخصیت منحصر به فرد و نهادساز. خانم میرهادی در این فیلم حتی در برابر دوربین و در برابر گروه فیلمبرداری همون خانم میرهادی هستند که ما در فرهنگنامه میدیدیم. وقتی برمیگردیم به مدارس فرهاد میبینیم که یه سیستمیه که توی خیلی از مدارس اروپا امروز قابل قبوله. سیستمی که تجربه‌های جدید رو در مقابل بچه‌ها و نوجوانا قرار میده، اینکه مشارکت بکنن، اونها رو به عنوان یه شهروند مطالبه‌گر بار میاره. فیلم منسجمی هست. کار جالبی که در فیلم هست، اطلاعات به طور خیلی ظریفی پراکنده شدن در کل فیلم. فکر میکنیم که چه میتونیم بکنیم برای اینکه کار فرهنگنامه رو سریعتر پیش ببریم. مردم ایران بسیار حساسند نسبت به دو چیز. یکی اینکه آیا کسی داره از همکاریشون سوء استفاده میکنه و شهرت به دست میاره و تمام اینا، این نسبت به این مسئله حساسه. و دومین چیزی که حساسیت دارن صداقت. ببینید، اگر این کار پیش رفته به خاطر اینکه همه شماها بودید، نگاه کنید شما دیگه یه کار جمعیه که همه درش فعالانه شرکت میکنن و یاد میدن، یاد میگیرن. کاوه هم شد برای من غم بزرگ رو تبدیل کن به کار بزرگ و فکر کردم که هر چی از دستم برمیاد برای بچه‌های این سرزمین در واقع بکنم. حالا سرکار خانم میرهادی رو وزارت آموزش و پرورش بازنشسته کرد و مدرسه فرهاد رو از ایشون گرفت و همزمان شد با درگذشت یار همیشه همراهشون محسن خماردو و توران خانوم آخرین غم خودشو به صورت کار بزرگی که فرهنگنامه باشه شروع کردن به فعالیت. اگه من گنجشک بودم پرواز میکردم دور دنیا میچرخیدم و سعی میکردم که همه جا رو ببینم. من دانشجوی بعد از جنگ جهانی دومم. تجربه ای که تو اروپای بعد از جنگ جهانی دوم کردم منو برد تو این فکر چطور میشه جنگ نباشه. مشاهدات من رو متوجه کرد که انسان اسیر رو سیستم های تعلیم و تربیت برای حکومت های جبار تربیت میکنه. اختیار رو از بچه ها و معلم ها میگیره و فقط دستور میده. وقتی برگشتم به ایران همش در تلاش بودم برای اینکه یک سیستمی در آموزش و پرورش پایه‌گذاری بشه که درش رقابت نباشه، همکاری باشه، همفکری باشه. Thank you.
توران خانم رو دیدیم، ساخته مشتبه میر طهماسب و رخشانه بنی اعتماد. فیلم ستایشی هست از کار کردن در شرایط دشوار با تمرکز بر معرفی بخشی از زندگی یک شخصیت منحصر به فرد و نهادساز. در فیلم تلاش‌ها و نگرانی‌های توران میرهادی در 4 سال آخر زندگیش به تصویر کشیده شده بود و به روشنی پیدا بود که اون نگران تداوم فعالیت‌های مجموعه شورای کودکان بود. اما ببینیم که مهمون‌ها و صاحب نظران برنامه چی فکر می‌کنن در مورد این فیلم و چه اطلاعات بیشتری دارن که ما بدن درباره توران میرهادی و همینطور فیلم. فرید اسماعیل پور مستندساز و پژوهشگر سینما از پاریس، اعظم بهرامی نویسنده و پژوهشگر مقیم ایتالیا و همینطور روزبه کمالی از ویراستاران و نویسندگان پیشین فرهنگنامه کودکان و نوجوانان که مدتی هم با خانم میرهادی همکاری داشته با ما هستن. او در این حال خودش نویسنده و منتقد سینمایی هم هست. صحبت رو با شما شروع کنیم. برای شما فیلم چطور بود خانم بهرامی؟ من فکر می‌کنم که به هر حال خانم میرهادی حتما ارزش اینو داشت، هم فعالیت‌هایی که انجام داده، هم سیستمی که بنیانگذارش بوده که به شکل مستند طرح بشه، مخصوصا برای نسل جدید که بشناسنش و بدونن مجموع فعالیت‌هاش چی بوده. ولی در برخورد با یه فیلم 1.5 ساعته به نظرم میرسه که بخشای زیادی هنوز ناگفته بود و در حالی که خب زمان بود که بهش پرداخته بشه. من بیشتر دوست داشتم در مورد سیستمی که طرح کرده بود خانم میرهادی بشنوم، در مورد خود مجموعه فرهاد، مدارس فرهاد، که عملاً ایده اصلی پیگیری این برآوردن این نیاز چاپ کتاب برای یه گروه سنی مشخص بود که به نظرم بهش پرداخته نشده بود، چون خانم میرهادی تصاویر و مستندات ویدیو اینا در موردش خیلی زیاد وجود داره به خاطر حوزه کاری که توش فعال بوده، به خاطر تاریخچه‌ای که پشت کار در واقع سیستم زندگیش بوده. من فکر نمی‌کنم به خاطر کمبود داده و کمبود تصویر و ویدیو بود، ولی به نظرم میرسه که یه چارچوب‌هایی تعریف شده یا تعریف کرده برای خودش خانم بنی اعتماد که دوست نداره از اون عدول بکنه. فیلم البته مربوط 4 سال آخر خانم میرهادی بود، ضمن اینکه فیلم یه فیلم مشترک بود، مجتبی میر طهماسب و رخشانه بنی اعتماد، و فکر کنم هر دو معمول به یک اندازه سهم داشتن در ساختن این فیلم، حقش فراموش نشه. آقای کمالی، شما چند سالی با خانم میرهادی همکاری داشتید، در مجموعه ویراستار بودید. اون چیزی که این مستند روایت میکنه چقدر به روش خود خانم میرهادی و اون چیزی که شما اونجا دیدید نزدیک بود؟ من اطلاع رو تصحیح بکنم که من اونجا بیشتر ویراستار بودم و بعد مسئول یک جلد شدم، مسئول جلد جیم و چه، و بعد در مدتی هم عضو هیئت اجرایی فرهنگنامه کودکان و نوجوانان بودم. یک ویژگی خانم میرهادی داشتن، یک ویژگی خود بودگی، خود بودن، اینکه نقابی نداشتند. خانم میرهادی در این فیلم حتی در برابر دوربین و در برابر گروه فیلم برداری همون خانم میرهادی هستند که ما در فرهنگنامه میدیدیم، بدون نقاب. همون خانم میرهادی میبینید دوربین روشون هیچ تأثیری نمیذاره، ولی اتفاقا اطرافیان و همکاران دیگر گاهی دوربین، حضور دوربین باعث میشه که یک تغییراتی بکنن. خانم میرهادی همون خانم میرهادی هستن، پرتکاپو، پر جنب و جوش و جستجوگر. و در مجموع فیلم ضمن این که درباره خانم میرهادی اشاره به یک نهاد هم هست، یک در واقع یک نهاد رو هم معرفی میکنه، چقدر درباره این یه شخصیت یا درباره یک نهاد؟ اجازه بدین قبل از جواب دادن به سوال شما یک عرض داشته باشم نسبت به حرفای خانم بهرامی. من میپذیرم که این احتمال خیلی احتمال بالا و زیادیه که کسایی که خانم میرهادی رو میشناسن یا از نزدیک دیدن به اندازه کافی راضی نباشن از اطلاعاتی که درباره ایشون در فیلم هست و مخاطب عام داده میشه. این یک امکانی که همیشه وجود داره درباره شخصیت‌های پرکار و کسایی که سال‌های سال کارهای مختلف انجام دادن، ولی واقعیتش اینه که اینجا یه اتفاقی افتاده، اون انتخاب فیلمسازه. من فکر میکنم باید به این اشاره کرد که فیلمسازان، یعنی هم خانم بنی اعتماد و هم آقای میر طهماسب، وارد یک مشاهده‌گری شدن. ولی اگر فرض کنیم که اون وجه مشاهده‌گرانه فیلم بیشتره، که اینطوری هست به نظر من، چون تا دقیقه حدود 17 خانم میرهادی اصلا با دوربین
صحبت نمی‌کنم الا اون مصاحبه کوتاهی که در اول فیلم هست و مصاحبه در سال‌های خیلی دور هست که دارن با این مصاحبه کرد درباره جایزه اندرسون می‌کنن، ولی ایشون اصلا با دوربین صحبت نمی‌کنن. یعنی ترجیح داده فیلمساز، انتخاب کرده فیلمساز و یا فیلمسازان که دوربین حاضر باشه و 17 دقیقه موتیف بالا رفتن از پله، حضور در فرهنگنامه، کارهای روزمره‌ای که به چشم ما خیلی مهم نمیاد، ولی نشون میده یک خانمی که تو اون سن و سال هستن دارن همچنان فعالانه روزشون رو میگذرونن. به نظر من یه مقدارش به خاطر اینه، یعنی شاید این انتخاب باعث شده که از اون شکل کلاسیک مستند که رجوع کنن به تصاویر مختلف، به تصاویر آرشیوی مختلف خارج شدن، به خاطر اینکه نشون میدن ایشون همچنان تو این سن و سال فعالن. شاید این انتخاب بوده باشه. و سوال منو فراموش کردین. سوال شما درباره نهادسازی بود. من فکر میکنم در پایان فیلم خیلی سخته به این نتیجه برسیم، چون انگار خانم میرهادی فرهنگنامه است و فرهنگنامه هم خانم میرهادی، گرچه این استراکچر مستقل خودش پیدا کرده و ادامه میده بعد خانم میرهادی، ولی فکر میکنم خیلی به هم نزدیک شدن و در هم تلفیق شدن این دوتا. آقای کمالی، فیلم یه چیزایی رو به ما درباره خانم میرهادی میگه و خیلی چیزا رو هم نمیگه درباره خانم میرهادی. اون چیزایی رو که نمیگه و فکر میکنید به گفتنش ضروری هست در مورد این شخصیت بزرگ و دوست داشتنی تاریخ ایران چه هست؟ حالا من قبل از اینکه سوال شما رو جواب بدم به یک بحثی برگردم. امیدوارم که وقتشون خیلی فقط کتا. جمع اگر که بکنید ممنون میشم. میخوام بگم که فقط ممکنه که انتخاب فیلمساز بوده باشه که بخشهایی از زندگی خانم میرهادی رو نمایش بده، بخشهایی از کار فرهنگنامه رو نمایش بده، اما آیا این انتخاب ها در نهایت به یک روایت منسجم ختم شده یا نه، این قابل بررسیه. اینو من اینجا میبندم، شاید بعد بهش بپردازیم. ببینید، خانم میرهادی از بنیانگذاران شورای کتاب کودک بوده. شورای کتاب کودک کی تأسیس شده؟ 1341. یعنی یک چیزی، بله 1332 کودتای 28 مرداد داشتیم، آرمانهای سیاسی شکست خوردن، یک یأس و استیصالی حاکم بود در میان روشنفکران. 7-8 سال بعد خانم میرهادی با یک سری از دوستاشون به صورت برجسته، خانم ایمن، لیلی ایمن که هیچ کم از خانم میرهادی نداشتن، شورای کتاب کودک رو بنیان میذارن. بنیانگذاران فرهنگنامه کودکان و نوجوانان بوده که باز خیلی جالبه از سال 58 این جدی میشه، یعنی یک سال بعد از انقلاب که دوباره اون شور و حال انقلابی همچنان حکمرانه، یعنی ما با یک التهاب سیاسی حالا از نوع مثبتش روبرو هستیم، بازشون یک کار فرهنگی میکنه، فرهنگنامه کودکان و جوانان رو بنیان میذاره. و پیش از همه اینها در دهه 30 چیز رو بنیان میذاره، مؤسسه آموزش فرهادو که از بسیاری نظرها همچنان هم پیشروه. بنابراین وقتی راجع به خانم میرهادی صحبت میکنیم، راجع به یک آدمی صحبت میکنیم که جزو معماران فرهنگی ماست در عرصه تعلیم و تربیت، در دانشنامه نویسی و در ادبیات کودک نوجوان. و به لحاظ پیشینه سیاسی؟ ببینید، خانم میرهادی شما احتمالاً میدونید یا مخاطبانتون اگر که یک بسیاری نمیدونه. بله، اگر که یک سرچی بدن در اینترنت، همسر اول خانم میرهادی سرگرد جعفر وکیلی بود. سرگرد جعفر وکیلی جز اون سازمان افسران حزب توده بودند که بعد از کودتای 28 مرداد یک سال بعد 1333 لو رفتن و زیر سخت‌ترین شکنجه ها رفتن، بعضیاشون حکمای بسیار طولانی گرفتن و سرگرد جعفر وکیلی و همکارانشون، عده‌ای از همکارانشون اعدام شدن. البته تو فیلم اشاره میکنه که نامه هایی رو از طرف همسرش با مخاطب خواهرم دریافت میکرده. بله، که بعد این یک نامه هایی از زندان منتشر شد اصلا. بله، خود خانم میرهادی هم اتفاقا پیگیر کرده. بله، منتشر. و جالبه که سرگرد جعفر وکیلی تو نامه هاش از زندان بعد از اینکه میبینه آرمان حزب توده شکست خورد، به خصوص به این خاطر که شکست خورد به این معنا که با وجود اینکه این افسرها لو رفته بودند، رأس سازمان به موقع خونه ها رو خالی نکرد، حمایت نکرد از اینها و گریخت از کشور،
به خانم میرهادی توصیه میکنه که کار فرهنگی رو دنبال بکن. از اینجا ما میبینیم که اون آرمان سیاسی چپ تبدیل میشه به چپ فرهنگی. یعنی خانم میرهادی با همون رویکرد چپ جمعی و آرمان اجتماعی در عرصه فرهنگ و ادبیات تلاشگری میکنه. باشد همین هم یکی از دلایلی بوده که در هر دو حکومت گذشته و حکومت بعد ایران خیلی تلاشش مورد توجه نبوده و مورد حمایت قرار نگرفته اونقدری که باید. بله البته شاید بعد حساب حکومت گذشته از حکومت فعلی جدا بکنیم، به خاطر اینکه به هر حال در همون حکومت پهلوی ایشون مدرسه فرهاد رو از یک کودکستان آغاز کرد و به یک مجتمع آموزشی بزرگ با بیش از 1000 دانش آموز رسید و این مدرسه بعد از انقلاب مصادره شد و اصلا تعطیل شد و حق امتیاز مدرسه رو لغو کردن، حتی ساختمونش هم مصادره کردن. اتفاقا این چپ بودن بعد از اینکه ما با حکومت اسلامی مواجه شدیم و حکومت اسلامی با عنوان اسلام بر سر کار اومد، بسیار به زیان خانم میرهادی تموم شد. خانم بهرامی، خانم میرهادی چه چیزی رو به سیستم آموزشی ایران افزوده؟ من فکر می‌کنم خوبه در تکمیل بحثی که دوستمون انجام دادن به نقش مادرش هم اشاره بکنیم، چون مادر خانم میرهادی آلمانی بوده و مسلماً اون فضایی که تو در کودکی تجربه میکنی، نیازی که داشتی و ما میدونیم که سیستمی که اتفاقا امروز در موردش حرف میزنیم وقتی برمیگردیم به مدارس فرهاد میبینیم که یه سیستمیه که توی خیلی از مدارس اروپا امروز قابل قبوله. این سیستم دور از رقابت که اتفاقا یه بخشش پاسخ در واقع پرسش شما هم هست، یه سیستمی که تجربه های جدید رو در مقابل بچه ها نوجوان ها قرار میده، اینکه مشارکت بکنن، اونها رو به عنوان یه شهروند مطالبه‌گر بار میاره. ما میدونیم که یه تعدادی از مترجمه های شما، حالا میتونیم باز بحث ما رو کامل کنیم، ما میدونیم که تعدادی از مترجمه ها، فعالای اجتماعی، حتی دوستانی که خارج از ایران هستن و بعضن به خاطر فعالیت سیاسی اجتماعی که در ایران انجام میدادن محدودیت داشتن، بزرگ شده مدارس فرهاد هستند و این نشون میده که چقدر تاثیر عمیقی داشته سیستمی که در واقع تلاش کرد اون رو جا بندازه. یه سیستم دور از رقابت و در واقع مشارکتی و اینکه اهمیت میداد به اینکه این نسل وجود دارن و باید برای آموزششون وقت گذاشته بشه، سرمایه گذاری بشه و چقدر میتونه اهمیت داشته باشه آموزشی که در دوران کودکی و نوجوانی برای این نسل اختصاص میدی، چقدر میتونه اهمیت داشته باشه، نتیجه داشته باشه در آینده‌ای که اون آدم‌ها دارن، اون بچه‌ها دارن. و مسئله مهم دیگه این که ما میدونیم خیلی از خانواده‌های مذهبی هم حتی بچه‌هاشون رو به این مدارس میفرستادن. بله. و این خودش نشون میده که چقدر موفق بود در جلب نظرهای متفاوت و اینکه نشون بده به هر حال ما این فیلتر و این تعریفی که برای ایدئولوژی و سیاست داریم، چون خودش از منظر سیاسی و ایدئولوژی برای خانواده‌هایی که تون دوره کم هم نبودن و گرایشات مذهبی داشتن، تلاش داشتن به هر حال بچه‌هاشون رو تو اون فضای مذهبی نگه دارن، چقدر تو مستقل از این هر دو فضا میتونی فقط به جنبه آموزش و جنبه در واقع رشد شخصیت بچه‌ها اهمیت بدی و چقدر این میتونه توجه خانواده رو به این موضوع جلب بکنی. نمونه روشنی که ما بعد از انقلاب اتفاقا تجربه داشتیم توی نهاد آموزشی این بود که ما یه ترکیبی از ایدئولوژی سیاست زده و سیاستی که ایدئولوژی اونو تعقیب و دنبال می‌کرد و داشتیم در مدارسمون. نمونه‌های روشنش رو داریم در کتاب‌های درسی می‌بینیم، حتی در کتاب‌های کودکان و جوان، حتی در انتخاب ترجمه‌هایی که در ایران الان اتفاق می‌افته، مجله‌هایی که منتشر میشه و خود سیستم آموزشی که در ایران وجود داره، هم این ایدئولوژی زدگی، حذف تاریخ، حذف بچه‌ها و نوجوان‌ها به عنوان یه فرد و شخصیت رو می‌بینیم. توی فیلم هم یه جایی بهش اشاره میشه، جایی که نوجوان‌ها دور هم جمع شدن دارن در مورد کتاب یکی از شماره‌های دایره معرف حرف می‌زنن و بچه‌ها میگن که ما این تازه داریم اینو اینجا می‌بینیم که ما هم می‌تونیم حرف بزنیم، نظر بدیم. و اینکه خیلی از مباحث کتاب‌های درسی براشون خوب و آشکار روشن نیست و نمی‌تونن نقد بکنن. نتیجه‌ش هم میشه نسلی که ما امروز باهاش مواجه هستیم
که به یه بی‌تفاوتی میرسه نسبت به حتی محیطی که داره شرش زندگی میکنه و سیستم شهری یا روستایی که داره تجربه میکنه. این اهمیتش رو اینجا نشون میده. خب برگردیم به فیلم آقای اسماعیل پور و از منظر سینمایی نگاه کنیم به اثر. فیلم درباره یه شخصیت خیلی دوست داشتنیه، خیلی مهربون و خیلی قدرتمند و در قاعده همه چیز این شخصیت فیلم رو تحت شعاع قرار میده. چقدر این شیوه ارائه اطلاعات در فیلم و شیوه روایی که در پیش گرفته منسجم هست و مرتبط، به عبارت دیگه به لحاظ سینماتیک اگر که همه مباحث و اون شخصیت رو فراموش کنیم فیلم کجا قرار گرفته؟ ببینید حرفی که دوستان میزنن خیلی مهمه و جالبه و لازمه، حتی بخاطر اینکه یه بخش دیگری از خانم میرهادی رو به ما نشون میده. ولی فکر میکنم برای شخصیتی مثل خانم میرهادی یک فیلم مستند شاید کم باشه. برای شخصیت مهم تو کشورهای مختلف فیلم های مختلف میسازن. من سعی میکنم که درباره توران میرهادی فیلم صحبت کنم، شخصیتی که باش روبرو هستیم، چیزی که میبینیم که فیلم درست. واقعیتش من فکر میکنم اتفاقا فیلم منسجمی هست. اگر فرض کنیم و بپذیریم این فرض رو که فیلم تاکید کرده بر مشاهدگری و اتفاقا دراماتیزم شده به اندازه کافی، ولی نه به اون ابزاری که شاید من مخاطب بهش عادت دارم. مثلا کار جالبی که در فیلم هست، اطلاعات به طور خیلی ظریفی پراکنده شدن در کل فیلم. من فکر می‌کنم این یه دوزج مناسبی داره پراکندگی اطلاعات و باعث شده که جذاب بشه فیلم. فیلم برداری اثر به نظر من خیلی خوبه، فیلم برداری که خیلی به چشم نمیاد ولی در این حال درست اصولی و مونتاژ بیشک، یعنی تیمی که با خانم برای اعتماد آقایی میشه تماس کار میکنن به نظر من دیگه همون شناختن تو این روش از فیلم سازی همون شناختن. درباره گذشته خانم میرهادی واقعا درسته، کارهایی کردن که بی‌نظیره و بخش زیادش تو این فیلم نیست برام دلیل مختلفی، مثلا اون مسئله نامه‌ها که برام خیلی مهم بود شخصا و بی‌نظیره. ولی واقعیتش اینه که فکر می‌کنم فیلم سازها در ابتدای فیلم یک جوری با گذشته رابطهش رو مشخص میکنن، یعنی با اون تصاویر آرشیوی که از بچه هایی که دارن بازی میکنن گویا در یک مدرسه ایشاد در مدرسه فرهاد باشه و با مصاحبه خانم میرهادی به مخاطب میخوام بگن که ما درباره خانم میرهادی که شما احتمالا میشناسید میخوایم فیلم رو بسازیم و درباره اکنونی که داره زندگی میکنه. آقای کمالی اشاره به انسجام روایی فیلم کردن و شما فکر میکنم نظر دیگه ای داشتید اون اول بحث اشاره کردید، شما چیکار فکر میکنید؟ اگه اجازه بدین اول راجع به ارزش این فیلم صحبت بکنم. اینو از منظر تحلیل گفتمان قدرت و روایت‌های بدیل در نظر بگیرم. ببینید فیلم به صدایی میپردازه که در قرائت رسمی غایبه، به صدایی میپردازه که در اقلیته، صدایی که شنیده نمیشه، در حاشیه است. عده‌ای دارن برای کودکان کار میکنن، کودکان در ایران اقلیتن، حتی اگر اکثریت باشن اقلیت فرض میشن از لحاظ توجه در نظام رسمی راجب زنان، حتی در لحاظ قوانین. بله بله بله، حتی در قوانین وقتی میگم رسمی یعنی قوانین همه اینها، بودجه سرمایه گذاری که نگاه ایدولوژیک بله و نگاه والدانه و طلبکارانه. ببینید راجب زنانیه که بر بچه ها کار کردن، زنان در اقلیتن حتی اگر در اکثریت باشن، باز اکثریت اقلیت فرض شدن، قلم داد شدن. فیلم از این جهت ارزشمنده چون به صداهای غایب از قرائت رسمی، صداهایی که کمتر شنیده شدن میپردازه و از این نظر گفتمان سازی میکنه یا پیشنهاد بدیل میده در برابر قرائت رسمی یا گفتمان قدرت. من با این کاملا موافقم. اما اگر به جنبه روایی فیلم یا به جنبه سینماتیک فیلم بپردازیم، اون وقتی سوالاتی مطرح میشه. من به نظرم میاد که فیلم بین مستند پورتره و مستندی که میخواد به یک نهاد، سازمان یا یک صنعت بپردازه سرگردان میمونه و در نهایت به دلایل فرامتنی نیز هم، چون یک فضایی در فضای مجازی ساخته شد در اطراف این فیلم برای اینکه این بتونه یک کمکی بکنه به پیشبرد فرهنگنامه از نظر مالی،
کفه فیلم به نفع فرهنگنامه برای جلب توجه به اهمیت فرهنگنامه و به پایان بردن این پروژه سنگینی میکنه. چیزی که من در فیلم نمیبینم و فقدانش رو احساس میکنم نگاه شخصیه، سوال شخصیه. یعنی دوربین از پی خانم میرهادی روان میشه. خانم میرهادی شخصیت جذابیه، شخصیت پرتلاشیه، پرمشغلهیه، اما من نمیبینم زاویه نگاه فردی فیلمسازان کجاست، کدام زاویه رو دقیقا میخوان بکاون، با کدوم سوال شخصی. نه اینکه ما کلن بگیم که دوربین رو بکاریم و بگیم خب یه آدمی هست داره این کارا رو میکنه. مثلا فرض کنید که خانم میرهادی، امثال خانم میرهادی، ببینید اینا آدمایی بودن که یه خورده از شما وقت بخرم. نه خیلی، در خیلی. یکی دو جمله گنجم ببینید در یکی دو جمله من به شما بگم که خانم میرهادی، اینها که ما میگیم که مدرسه ساختن، بنیاد فرهنگ کودکان و شورای کتاب و اینا رو بنیان نهادن، اینا خیلی کار بزرگتری کردن. اینا نهاد کودکی رو در ایران بنیان نهادن. ما نهاد کودکی نداشتیم که. آخه الان مثلا ما می‌بینیم بچه‌ها، ما راجبه اصلا فرزند سالاری الان داریم صحبت می‌کنیم. پدر و مادرای هلیکوپتری که میگن هلیکوپتری که یعنی خیلی بیش از حد مراقبن. اینها 50 60 سال پیش که اینطور نبوده. اینا نهاد کودکی رو به عنوان کودکی که دارای حقوق اجتماعی و شخصیت حقیقی است بنیان نهادن. اینو از زیر نگاه سنتی که کودک بخشی از مایملک مرد، بخشی از مایملک والدین خارج کردن. حالا میخوام اینو اضافه بکنم که یک چنین آدمی که به یک چنین چشماندازهای وسیعی خیره میشه و آرمان فردی و منفعت فردی رو به آرمان جمعی تبدیل میکنه، مثلا در زندگی شخصی ممکنه دچار چه تناقضاتی بشه وقتی که میخواد بین خانواده و جمع انتخاب کنه. باید ببینیم روایت اون آدمای دیگه چیه، بر اونها چه گذشته. این صداها غایبه. این یکی از نگاه هاست. اما موضوع این فیلم اون نبوده. اجازه بدید من یه جمله بگم. من دارم پیشنهاد میدم، میگم مثلا میتونست فیلم دیگه ای باشه. من میگم نگاه شخصی کجاست. ببینید تو مشاهده‌گری، مثلا سینما دایرکت، تو مشاهده‌گری نگاه شخصی بخش زیادش تو انتخاب انجام میشه. شما وقتی مثلا این محل یا این کاراکتر انتخاب میکنید انجام شده. من فکر میکنم چیزی که میگید خیلی درست میتونه باشه، ولی واقعیتش که نه تنها فیلم دیگریه که فرض کنید تمام این اتفاق اگر قرار بود یک فیلم دو ساعته تا ارائه بشه، فیلم یک شکل دیگری پیدا میکرد از روایی. در مورد چه اطلاعاتی میگی؟ نه خانم، نه نه، من اطلاعات خاصی لزوما نمیگم. من میگم زاویه نگاه به ما کمک میکنه که ما تکلیفمون با موضوع و پرداختن بهش مشخص. فکر میکنم که فیلمسازها مشاهده‌گر شاید نه دقیقاً به این شکل کلاسیکی ما میشناسیم. تصمیمی که فیلمسازها داشتن این بوده که تمرکز کنن بر ارائه تصویری از خانم میرهادی و اون چه که هست و معرفی، در حقیقت در حد یک معرفی، شاید اونها فیلم دیگه‌ای باشه. خیلی بحث خوبیه، ولی متاسفانه فرصتمون اینجا به پایان میرسه. این بحثی که توی ادامه این مجموعه هم به خوبی میشه دید و بر موردشون وجود داره که وقتی در موردش یک کاری ساخته میشه همه منتظرن به هر حال به سطح انتظارات جمعی به هیچ عنوان نمیرسه، چون خیلی کم کار شده توی این حوزه معرفی آدمای تاثیرگذار. یک تلاش بزرگ میتونه باشه در این عرصه. خیلی ممنونم از حضورتون در این برنامه و متاسفم که فرصت بیشتری برای بحث نداشتیم. دنباله بحث رو میسپاریم به بینندگان. شما برای اون اثر غمی راهایی که اینجا داره زیرنویس میشه بنویسید که فیلم رو چطور دیدید، چقدر خانم میرهادی رو میشناختید و چه اطلاعات تازه‌ای فیلم براتون داشت. تا فرصتی دیگه به اتفاق میهمانان برنامه، بدرود و پاینده باشید. خیلی ممنون.